شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. نخست وزیر میگوید قطبی شدن سیاسی در ایالات متحده بر موقعیت آمریکا در جهان تأثیر میگذارد. انتونی آلبانیزی در گفتگو با ایستگاه رادیویی CA4 گفت گفتمان سیاسی در آمریکا نگران کننده است، اما استرالیا بدون توجه به اینکه چه کسی در ماه نوامبر برنده شود از نزدیک با ایالات متحده همکاری خواهد کرد. دونالد ترامپ در اولین سخنرانیش در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان پس از سوء قصد علیه او در هفته گذشته گفت خدا را در کنار خود داشته. کارشناسان امنیت سایبری به استرالیایی ها هشدار می دهند که در صورت تأثیر دیدن از نقض مدی سیکیور به جستجوی آنلاین داده های خود نپردازند. تقریباً 13 میلیون استرالیایی تحت تأثیر این هک قرار گرفتند. پلیس فدرال استرالیا 6 نفر را دستگیر کرد و 10 سیمکارت غیرقانونی را که برای ارسال پیامک‌های کلاهبرداری استفاده می‌شد، ضبط کرده است. از افرادی که در معرض خطر بالای ابتلا به آبل میمون هستند، خواسته شد که تعداد شرکای جنسیشان را محدود کنند و سوابق تماس‌های جنسی خود را برای ردیابی تماس نگه دارند. در حالی که ایالت ویکتوریا با شیوع فزاینده این بیماری روبروست، دکتر کلر لوکر، افسر ارشد بهداشت ایالت، هشدارهایی را در این رابطه صادر کرده. دومینیک پوتت، نخست وزیر سابق نیو ساوت ویلز، اعلام کرد که پس از 13 سال کار در پارلمان ایالتی از سیاست کنارگیری می کند. با کاهش رشد قیمت مسکن در ماه‌های زمستان، چشم‌انداز نرخ بهره بالاتر و طولانی‌تر از تب و تاب بازار املاک کاسته است. طبق شاخص روزانه کور لاجیک، ارزش خانه‌ها در 4 هفته گذشته 0.5% افزایش یافته. این عدد ماه گذشته 0.7% بود. وزرای کشاورزی استرالیا با برگزاری مانور برنامه‌ریزی ملی برای اطمینان از آمادگی کشور برای درگیری احتمالی مرگبار با آنفولانزا پرندگان موافقت کردند. اما تاریخی برای برگزاری این اتفاق مشخص نشده و جزئیات کمی درباره‌اش وجود دارد. آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.